بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وأشرف الخلق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ماجرای فلسطین همچنان مهمترین و زنده ترین مسئله مشترک امت اسلامی است. سیاست های نظام سرمایه‌داری ظالم و سفاک دست یک ملت را از خانه خود، از میهن و خاک آبا و اجدادی خود کوتاه کرده و در آن رژیمی تروریست و مردمی بیگانه را نشانده است. سست‌تر و بی‌پایه‌تر از منطق پوشالی تأسیس رژیم صهیونیستی چیست؟ اروپایی‌ها بنابر ادعای خود به یهودیان در سالهای جنگ جهانی دوم ظلم کردند، پس باید با آواره کردن ملتی در غرب آسیا و کشتارهای فجیع در اون کشور انتقام یهودیان را گرفت. این منطقی است که دولت‌های غربی با حمایت بیدریق و دیوانوار خود از رژیم صهیونیستی به اون تکیه کرده و بدین گونه همه ادعاهای دروغین خود در باب حقوق بشر و دموکراسی را تخطئه کردند و این ماجرای خنده آور و گریه آور بیش از 70 سال است که ادامه دارد و هر از چندی برگ دیگری بر آن افزوده می شود. صهیونیست ها فلسطین غصب شده را از روز اول به یک پایگاه تروریسم تبدیل کردند. اسرائیل نه یک کشور، که یک پایگاه پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. مبارزه با این رژیم سفاک مبارزه با ظلم و مبارزه با تروریسم است و این وظیفه ای همگانی است. یک نکته قابل توجه این است که اگرچه دولت قاسب در سال 1948 تأسیس شد، ولی مقدمات دستندازی به این نقطه حساس از منطقه اسلامی سالها پیش از آن آغاز شده بود. این سالها مقارن است با دخالت فعال غرب در کشورهای اسلامی برای حاکم کردن سکولاریسم و ناسیونالیسم افراطی و کور و به قدرت رسوندن دولت‌های مستبد و شیفته یا دست نشانده غرب. مطالعه حوادث اون سالها در ایران و ترکیه و کشورهای عربی غرب آسیا تا شمال آفریقا این حقیقت تلخ را آشکار می‌کند که ضعف و تفرقه در امت اسلامی زمین ساز فاجعه غصب فلسطین شد و این ضربه از سوی جهان استکبار بر امت اسلامی وارد آمد. این عبرت آموز است که در اون مقطع هر دو اردوگاه سرمایه‌داری و کمونیسم با قارونهای صهیونیست به همافزایی رسیدند. انگلیس اصل توطئه را طراحی و پیگیری کرد. سرمایه‌داران صهیونیست اجرای آن را با پول و سلاح بر عهده گرفتند و شوروی اولین دولتی بود که تأسیس دولت نامشروع را به رسمیت شناخت و انبوه یهودیان را به آنجا اعزام کرد. رژیم غاصب محصول آن وضعیت در جهان اسلام از سوی و این توطئه و تهاجم و تجاوز اروپایی از سوی دیگر بود.
امروز دیگر وضع جهان مانند آن روز نیست. ما باید این حقیقت را همواره در نظر داشته باشیم. امروز موازنه قوا به نفع دنیای اسلام تغییر یافته است. حوادث گوناگون سیاسی و اجتماعی در اروپا و آمریکا ضعف‌ها و اختلالات عمیق ساختاری و مدیریتی و اخلاقی غربی‌ها را در برابر جهانیان عریان کرد. قضایای انتخابات در آمریکا و آزمون به شدت رسوای مدیران پرمدعا و متکبر آن و نیز مواجهه یک ساله ناموفق با کرونا همه‌گیر در آمریکا و اروپا و حواشی شرم‌آور آن و آشفتگی‌های سیاسی و اجتماعی اخیر در مهمترین کشورهای اروپایی همه نشانه سیل نزولی و افولی اردوگاه غرب است. در سوی دیگر رشد نیروهای مقاومت در حساس‌ترین مناطق اسلامی، رشد توانایی‌های دفاعی و هجومی آنان، رشد خودآگاهی و انگیزه و امید در ملت‌های مسلمان، رشد گرایش به شعارهای اسلامی و قرآنی، رشد علمی، رشد استقلال طلبی و خود اتکایی در ملت‌ها نشانه‌های مبارکی است که آینده بهتر را نوید می‌دهد. در این آینده مبارک باید هم‌افزایی کشورهای مسلمان یک هدف عمده و اساسی باشد و این چندان دور از دسترس به نظر نمی‌رسد. محور این هم‌افزایی قضیه فلسطین به معنی همه کشور و سرنوشت قدس شریف است. این همون حقیقتی است که دل نورانی امام خمینی عظیم رحمت الله علیه را به اعلام روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه رمضان هدایت کرد. هم‌افزایی مسلمین بر محور قدس شریف کابوس دشمن صهیونیست و حامیان آمریکایی و اروپایی آن است. طرح ناکام معامله قرن و سپس تلاش برای عادی‌سازی روابط چند دولت ضعیف عربی با رژیم غاصب، تلاش‌های مذبوحانه برای فرار از آن کابوس است. من قاطعانه می‌گویم این تلاش‌ها به جایی نخواهد رسید. حرکت نزولی و رو به زوال رژیم دشمن صهیونیستی آغاز شده و وقفه نخواهد داشت. دو عامل مهم تعیین کننده آینده است. اول و مهمتر تداوم مقاومت در داخل سرزمین‌های فلسطین و تقویت خط جهاد و شهادت، و دوم حمایت جهانی دولت‌ها و ملت‌های مسلمان در سراسر جهان از مجاهدان فلسطینی. همه دولت مردان، روشنفکران، عالمان دینی، احزاب و گروه‌ها، جوانان غیور و دیگر قشرها باید جایگاه خود در این حرکت سراسری را بیابیم و نقش ایفا کنیم. این است اون چیزی که کید دشمن را باطل می کند و برای این وعده الهی ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون مصداقی آخر الزمانی به وجود می آورد. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مایلم اندکی با جوانان عرب به زبان خود آنان سخن بگویم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام على احرار العرب جميعا وخاصه الشباب منهم، والسلام على الشعب الفلسطيني المقاوم، وعلى المقدسيين المرابطين في المسجد الأقصى.
السلام على شهداء المقاومة وعلى رعيل المجاهدين الذين ضحوا بحياتهم على هذا الطريق. وأخص بالذكر الشهيد الشيخ أحمد ياسين والشهيد السيد عباس الموسوي والشهيد فتحي الشقاقي والشهيد عماد والشهيد عماد مغنية عبد العزيز الرنتيسي والشهيد عبد العزيز الرنتيسي والشهيد المهندس ابو مهدي المهندس القامة الرفيعة لشهداء المقاومة وسرانجام چهره برجسته شهیدان مقاومت شهید قاسم سلیمانی که هر یک پس از حیات پربار و پربرکت با شهادت خود نیز تأثیرات مهمی در محیط مقاومت بر جا گذاشتند. مجاهدت فلسطینیان و خون پاک شهیدان مقاومت توانسته است که این پرچم مبارک را برافراشته نگه دارد و قدرت درونی جهاد فلسطینی را صدها برابر کند. جوان فلسطینی یک روز با پرتاب سنگ از خود دفاع می کرد و امروز با پرتاب موشک نقطه زن به دشمن پاسخ می دهد. فلسطین و قدس در قرآن مجید الارض المقدسه نامیده شده. ده ها سال است که این سرزمین پاک در اشغال ناپاکترین و خبیثترین آحاد بشر است. شیاطینی که انسانهای شریف را به خاک و خون می کشند و آنگاه با وقاحت با آن اعتراف می کنند. نجات پرستانی که در بیش از هفتاد سال صاحبان سرزمین را با قتل و غارت و حبس و شکنجه معذب ساختند، ولی به حمد الله نتوانستند اراده آنها را مقهور کنند. فلسطین زنده است و به جهاد ادامه می دهد و به کمک خدا سرانجام خواهد توانست بر دشمن خبیث فائق آید. قدس شریف و همه فلسطین متعلق به مردم آن است و به آنان برخواهد گشت ان شاء الله و ما ذلك علی الله به عزیز. ان الحکومات و الشعوب المسلمه باجمعها تتحمل ازاء القضيه. در قضیه فلسطین همه دولت‌ها و ملت‌های مسلمان دارای وظیفه مسئولیتند، ولی محور مجاهدت خود فلسطینیان هستند که امروز در درون سرزمین و بیرون آن حدوداً 14 میلیون نفرند. وحدت و عزم واحد این جمع خواهد توانست کاری بزرگ صورت دهد. امروز وحدت بزرگترین سلاح فلسطینی هاست. دشمنان وحدت فلسطینی رژیم صهیونیستی و آمریکا و برخی قدرت‌های سیاسی دیگرند. اما اگر از درون خود جامعه فلسطینی وحدت شکنی نشود، دشمنان بیرونی نخواهند توانست کاری بکنند. محور این وحدت باید جهاد داخلی و عدم اعتماد به دشمنان باشد. دشمن اصلی فلسطین یعنی آمریکا و انگلیس و صهیونیست‌های خبیث را نباید تکیه‌گاه سیاست‌های فلسطینی قرار داد. فلسطینی ها حالا چه در غزه
چه در قدس، چه در کرانه باختری، چه در سرزمین های 1948 و چه در اردوگاه ها، همه یک واحد را تشکیل می دهند و باید راه برد به هم پیوستگی را در پیش بگیرند. هر بخش باید از بخش‌های دیگر دفاع کند و به هنگام فشار بر آنها از ابزارهای در اختیار خود استفاده کنند. امید به پیروزی امروز از همه بیشتر است، از همیشه هم بیشتر است. موازنه قوا به نفع فلسطینی ها به شدت تغییر کرده. دشمن صهیونیستی سال به سال ضعیفتر شده است. ارتشش که خود را ارتشی که هرگز شکست نمی خورد معرفی می کرد، امروز پس از تجربه 33 روزه در لبنان و تجربه های 22 روزه و 8 روزه در غزه، به ارتشی که رنگ پیروزی را نخواهد دید تبدیل شده است وضعیت سیاسی این رژیم ناگزیر از 4 انتخابات در 2 سال است و وضعیت امنیتی به طور پی در پی دچار شکست می شود و میل روزافزون یهودیان به مهاجرت معکوس مایه فضاحت آن رژیم پرمدعا شده است. تلاش پیگیر با کمک آمریکا برای عادی سازی ها با چند کشور عربی خود به خود یک نشانه دیگری است از ضعف این رژیم اشغالگر و البته این هم کمکی به اون نخواهد کرد. ده ها سال پیش از این هم با مصر رابطه برقرار کرد. از آن روز تا کنون هم رژیم صهیونیستی بسیار آسیب پذیرتر و ضعیفتر شده است. حالا با این وصف آیا رابطه با چند کشور ضعیف و حقیر آیا خواهد توانست به او کمک کند؟ البته آن کشورها هم از این رابطه بهره نخواهند برد. دشمن صهیونیستی در مال یا خاک آنها تصرف خواهد کرد و فساد و ناامنی را در آنها گسترش خواهد داد. البته این حقایق نباید وظیفه سنگین دیگران در قبال این حرکت را از یاد ببرد. علمای مسلمان و مسیحی باید عادی سازی را حرام شرعی اعلام کنند و روشن فکران و آزادگان نتایج این خیانت را که خنجری از پشت به فلسطینیان است برای همه تشریح نمایند. در نقطه مقابل روند نزولی رژیم اشغالگر و افزایش توانایی های جبهه مقاومت و افزایش قدرت دفاعی و نظامی، خودکفایی در ساخت سلاح های مؤثر و اعتماد به نفس مجاهدان و خودآگاهی روزافزون جوانان و گسترش دایره مقاومت به سراسر کشور فلسطین و به بیرون آن و همچنین خیزش اخیر جوانان در دفاع از مسجد الاقصا و انعکاس توأمان مجاهدت و مظلومیت ملت فلسطین در افکار عمومی بسیاری از مناطق جهان، همه اینها بشارت آینده درخشان است.
ان منطق النضال از الفلسطینی، خب منطق مبارزه فلسطینی هم که از سوی جمهوری اسلامی در اسناد سازمان ملل به ثبت رسیده، منطقی مترقی و جذاب است. مبارزان فلسطینی می توانند بر اساس این اسناد یک همه پرسی از همه ساکنان اصلی و بومی فلسطین مطرح کنند. این همه پرسی نظام سیاسی کشور را معین می کند و ساکنان اصلی از هر قومی و دینی از جمله حتی از جمله آوارگان فلسطین در آن شرکت خواهند کرد و آن نظام سیاسی آوارگان را به داخل برمیگرداند و سرنوشت بیگانگان سکناگزیده را تعیین میکنند. این مطالبه بر مبنای دموکراسی رایجی است که حالا در دنیا پذیرفته شده و هیچ کس در مترقی بودن آن نمیتواند خدش کند. مجاهدان فلسطینی مبارزه مشروع و اخلاقی خود با رژیم غاصب را باید با قدرت ادامه دهد که ناچار به قبول این مطالبه شود. به نام خدا به جلو حرکت کنید و بدانید که ولی انصرن الله من ینصره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.